توی این 50 سال همیشه تو خواب دیدم. یعنی اغلب یکی از خوابایی که معمولا آدم می‌بینه هست که اینجا. از طرف ما هم آدم های تو پیری اجازه نمیده همون برج اونجا های سال این لرده رو شما نگاه کنید. این لرده رو من هر چند نفر دو بالا سوار میتونم میمونم پایین. حالا هر کاری میکنم برای یه پلنشم بیام نمیشه. این داستان پیریه کارش نمیده. اما شیطونی سر جاشه. من پیشنهاد میکنم که برای اینکه مثل سابق باشه ورود از همین در اصلی باشه. دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بعد اگه بعد مرده دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما از همون سال 37 حکم استادی به من دادن. بعد رفت فرستادن خارج، استادیار شدم، دانشیار شدم، استاد شدم. یعنی در طول 50 سال من قدیمترین استاد در تمام ایران هستم. من مهدی محیطی گرمانی هستم، فارغ التحصیل سال 37 دانشگاه فنی رشته راه و ساختمان. دانشکده فنی همش خاطره بوده، خاطرات خوب و عرض کنم که بد بوده. من در سال اولی که بودم سالی بود که اتفاق 16 آذر اینجا افتاد و ما عرض کنم عیناً ناظر این جریان بودیم که خاطره خیلی تلخی البته ولی در این حال خوب یه خاطره تاریخی شد. آقای مهندس ریاضی سر کلاس هیدرولیک درس میداد و با ما بود. یه روز سر کلاس گفت که چون میدونی اینجوری هم حرف میزد دیگه، گفت که مهندسینی که اینجا مهندس میشن با مهندسینی که در خارج مهندس میشن خیلی فرق دارن. اینجا یه مهندس معدن وقتی که میره سر معدن باید همه درسی رو بلد باشه، تخصصی دیگه نیست. مثلا اگر موتور برق خراب شد باید همون مهندس معدن تعمیر کنه، اگه یه نقشه خواستن برای ساختمون بکشن همون مهندس معدن باید اون نقشه رو بکشه. حتی اگر مریضی کارگری مریض شد باید آمپولش هم اون بزنه. بالاتر بگم، اگر یک خانم کارگری خاص رو از حمل بکنه اونجا که ماما نیست باید ما چیز بگه.
من علی اکبر مقیمی آذری هستم، ورودی 33 از تبریز اومدم. بازرگانم با درس میداد ترمودینامیک. خود درس میداد، اگر شما یادتون باشه امتحان شفاهی میکرد. خطی نداشتیم. و جزوه‌ام نمره میداد. بنده حالا تعریف نکنم، خطم خیلی خوشگله. که خودم حالا نگاه میکنم خطای قدیم اصلا تعجب میکنم. خلاصه ما رفتیم امتحان دادیم و امتحان درست بود و جزوه رو نشان دادیم. دید آرامایس نرسیسیان. گفت میگه ارمنی نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت این خط ارمنیه؟ گفتم بله. گفت ارمنی اینطوری قشنگ مینویسه؟ گفتم جناب استاد خط مثل نقاشی میمونه. نقاشیم خوبه، خط فارسیم خوبه، خط ارمنیم خوبه، خط انگلیسیم خوبه. نگاه کرد و یه نمره دوی داد که نود. خلاصه هر سال، چهار سال که اینجا بودم، صفحه آخر رو پاک میکردن، میبریدن، من دوره مینوشتم که امضا میکرد نداشته باشم. افتخار میکنم نزدیک 12 تا 14 سال در دانشگاه‌های مختلف درس راهسازی درس دادم و بقیه کارام دیگه همش کارهایی بوده مربوط به کار مهندسی راه و ساختمان. یک بار آقای دکتر مجتهدی منو صدا کرد، معلم جبر بود، پای تخته برای جز. البته من خیلی خجالت میکشیدم. به این دلیل همینجور که رفتم، خب خجالت، اصلا نمیدونستم چجوری راه برم. تا رسیدم دم تخته. دم تخته که رسیدم، اون یه ذره‌ای هم که بلد بودم یادم رفت از خجالتم. همینجور وایسادم. هرچی دکتر مجتهدی پرسید، من هیچی نمیتونستم، یا هرچی گفت بنویس، اصلا هیچ کاری نمیتونستم بکنم، همینجور وایساده بودم. یه مدت چیز کردم و بعد خودش دلش سوخت، گفت بفرمایید بریم. ورودی 33 و فارغ التحصیل سال 37 هستش، راه ساختمان هستم. ساکت اسکوی هستم، فارغ التحصیل 1337، رشته الکترومکانیک، صنایع سنگین. من اکبر دانشگر، ورودی 1333، فارغ التحصیل 37، رشته راه و ساختمان. 50 سال الان تقریبا که تحقیقا از 50 سالم گذشته مشغول کارم. به قول همکارا میگن که تو دو تا دوره بازنشستگی، یعنی دوره دوم رو تموم کردی.